در این زندگی مرز راست و دروغ کجاست؟ این سوالی هست که هممون حداقل یکی دو بار در روز از خودمون میکنیم. در مورد خبرها، وقتی یک خبر رو میشنویم یا میخونیم، آیا به اون فکر میکنیم که ممکنه این خبر دروغ باشه؟ یا اون رو با منابع موثق چک میکنیم؟ ستاد مبارزه با چرندیات نام گروهی هست که چندین ماه این کار رو شروع کرده و با تلاش برای پیدا کردن واقعیت سعی میکنه تا دست شایعات رو کنه. گزارش مهتاب کسایی رو ببینید. مغز انسان قابلیت تجزیه و تحلیل دارد. از این قابلیت استفاده کنیم. این شعار صفحه ستاد مبارزه با چرندیاته. شایعات همیشه بوده، اما در چند سال اخیر و با رشد شبکه‌های اجتماعی بازار شایعه بیش از پیش گرم شده. این همه شایعه و دروغ فکر راه انداختن این سفر رو در ذهن بنیانگذارانش انداخت. خب سهوًا یا عمدن یه سری اخبار عجیب غریب و شایعات و خرافه در جامعه داشت به شدت رشد می‌کرد. خب خیلی از مواردم اینقدر گفته شده بود توی جامعه ما که کسی هم دنبال تحقیق نرفته بود و فه نفسه باور شده بود، مثلا اینکه شعر سعدی روی سردار سازمان ملل هست و همه هم پذیرفته بودن اینو. خب ما اول این خیلی کار کوچیکی بود و قرار بود فقط برای دوستامون اینو روشن بکنیم و یه سری پستای خیلی کوچیک برای دوستامون بود که خب اینا اینقدر دیدیم که استقبال شد که کم کم شکل یه پیج حرفه‌ای رو گرفت به خودش. برخی برای بالا بردن تعداد لایک در فیسبوک به شایعات و دروغ متوسل میشن. مثل عکس این کودک که زیر اون نوشته شده بابت هر لایک مقداری پول برای درمان این کودک واریز میشه. برخی برای تبلیغات از این شایعات استفاده می کنند، مثل شایعه رکوردهای ایران در گینس. برخی هم استفاده سیاسی می کنند، مثل این فیلم که از فیلم تبلیغاتی ریاست جمهوری چند سال پیش بریده شده و برای تحریک احساسات مردم درباره انتخابات اخیر ایران به عنوان فیلم جدید بازپخش شد. ستاد مبارزه با چرندیات با استناد به منابع موثق کذب بودن این اخبار رو نشون میده و البته این نکته رو یادآوری میکنه که میشه درباره هر چیز تحقیق کرد و به راحتی بازیچه شایعات نشد. پهلوان کشور بستند و به وفادار و نوری هر یک مدال طلا و نقره اهدا فرمودند. وظیفه اطلاع رسانی به عهده رسانه هاست. در ایران بار این اطلاع رسانی بیشتر بر دوش تلویزیون و رادیو است که در انحصار دولت هستند. به عقیده مجید محمدی جامعه شناس، این انحصار اخبار را در ایران یک بعدی و محدود کرده. بحث آزادی هست، آزادی رسانه ها و آزادی بیان هست در ایران که متاسفانه در ایران افراد برای اینکه از این حقوقشون استفاده کنن هزینه های بالایی رو باید بپردازن. خب تولید کنندگان کالا، تولید کنندگان اطلاعات نمی توانند کالایی رو که خودشون با کیفیت می دونن در اختیار جامعه بگذارن. ستاد مبارزه با چرندیات با انتشار این عکس مواد لازم برای شایعه و خرافه رو بی سوادی و عدم مطالعه می دونن و در واقع ریشه اون رو در اجتماع می بینند. روحیه تحقیق، مطالعه و پیگیری وجود نداره در ما. همه چیز رو به راحتی می پذیریم، حالا یا از معلم یا از استاد دانشگاه، و بعد از اون اینترنت شده به قول معروف حالا یه جوری چه میدونم خدا یا پیغمبر مردم و هر چیزی که انگار از اینترنت میاد قابل باور شده. خب ما میخوایم که کم کم این روحیه رو راه بندازیم، جا بندازیم در بین مردم که هر موضوعی قابل تحقیقه و هر چیزی که علمی باشه قابل رد شدنه. اما سرعت پایین اینترنت و محدودیت هایی که در ایران وجود داره مزید بر علت شده. مردم ما در حوزه اطلاع رسانی متاسفانه آسانگیر هستند. علت هم داره، علتش هم این هست که به راحت دسترسی ندارن. اگر افراد به اینترنت با سرعت بالا دسترسی داشته باشن، خب کم کم این فرهنگ به وجود میاد که بتوانن راحت اخبار و اطلاعات و واقعیات رو که بهشون عرضه میشه، آمارهایی که بهشون عرضه میشه، اینها رو چک کنن. شاید اغراق جزء جدا نشدنی خبره که افراد با بازی با کلمات سعی در گیر انداختن مخاطبشون دارن، اما وقتی مرز اغراق و دروغ از بین میره، شایعات درست میشن. شایعات و اطلاعات نادرست برخی اوقات در جریانهای سیاسی اجتماعی افراد رو به بازی میگیرن و رو مسیر فکری و تصمیماتشون تأثیر میگذارن. مهتاب کسری، صدای آمریکا، واشنگتن.